آقا سلام، امیدوارم حالت خوب باشه. رأس ساعت 4 کلاسمون رو شروع بکنیم انشالله که حالت خوب باشه. چه خبر؟ صدای من اگه داری عدد 2 بفرست، 2 بفرست، 2 بفرست بیا صدام. آها مرسی بابا، این جلسه هم یه عالمه بابا جدیدی می‌بینیم، قدیمی‌ها رو می‌بینیم دوباره. ببینیم که امروز چی کردید. آقا دیروز مثلا اینکه آزمون برگزار شده بود قلمچی، این کلاس 11امیه که آزمون جمع‌بندی 10م داشتم، اصلا سوال اول همون سوال تساخج از سوم ما بوده. حالا ببینیم 18م چه بکنیم. آقا نکن من توی سه هفته گذشته برات مبحث به مبحث کل گوارشو تست زدم، الان دوباره میخوام یه جمع‌بندی کلی از تست بکنم، یعنی دوباره کل گوارش رو که ما بخش به بخش تست زدیم یه 10-15 تا تست جدید خفن از کل فصل، جمع جور کردن کل فصل میخوایم تست بزنیم و بچه های 12مون هم انشالله بتونن که در آخر کلاس با یه رضایت کامل برن. آقا نگاه کن، ما 2 هفته جلوتر از اولین آزمون کانون در پایه 12 و 10 و 11 که 18 باشه ما گوارش رو تموم کردیم، گوارش رو مشتی تموم کردیم، گوارش رو ترکوندیم. اما برای اینکه بریم کلاسمون رو شروع بکنیم دوست دارم که آره دیروز 11 آزمون جمع‌بندی 10 داشتم. خب آقا اگه پایه که کلاس رو شروع کنیم بده بیاد یه عدد 8 به عشق همه اونایی که این موقع روز برای هدفهای آیندهشون دارن می جنگن و استارتشو بزنیم. آقا برو که بریم. خب بریم شروع کنیم بریم ببینیم گوارش چی میگه. به 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 به، تست 1 درباره بافشناسی. آقا من کلا 2 تا تست درباره بافشناسی آوردم، همین 2 تا تست به تو مطمئن باش در هر سوال ترکیبی کمک خواهد کرد. برو ببینم چیکار میکنی. تست 1 رو بزن. آقا ما کلاس شروع کردیم، انشالله که همه بچه ها دارن تست شماره 1 رو حل میکنن. اگر هنوز نیومدی سر کلاس بود آنلاین شو که بهتر کن. ببینیم به به، سلام به اونه که جدید اومدن، سلام به اونه دارین تست 1 رو حل میکنیم. حل کن تست 1 رو. ببینیم کی. آها چراغ اول روشن شد. ریحانه میگه 2. بده بیاد گزینات رو ببینم چیکار داری میکنی. ریحانه نفر اول گفت 2. خب امروز به احمد چهره جدید زیاد دارم اینم. سلام به همه اونا که جدید اومدن دوباره. رعنا سه چطوری؟ هر سه جلسه رو فکر کنم بوده. دیگه بده بیاد. آقا بگو. رقیه میگه 2. بقیه چی؟ سلام رزوانی. تست 1 رو حل کن. سجاد میگه 2، مسعود میگه 2، نگار نادری میگه 2. نادری چطوری؟ زاهدی چطوری؟ فرزانه چطوری؟ شبانی میگه 2. بابا دمتون گرم. معلومه خوندین اومدین ها، معلومه اصلا قشنگ دارین میترکونین تو خونه. آقا تست شماره 1 رو میخوام حل کنم مثل باقلوا، فقط بعد حواستو جمع کنی. چی میگه؟ میگه نوعی بافت اصلی. بریم جمع‌بندی بافت اصلی. ما گفتیم آقا جون 4 نوع بافت اصلی در بدن انسان وجود داره که این کلمه اصلی از 10 سال پیش حذف شده، ولی باز هم 4 نوع بافته. چی میشه؟ میشه بافت پوششی، بافت پیوندی، بافت مایچه و بافت عصبی. بره. بافت پوششی اولین بافت معمولاً مجاری و بخش‌های بیرونی مثل پوست بدن رو میپوشونه. 2 تا خاصیت دارن اینا که به چندین مدل دیده میشن. خاصیت شماره 1 فضای بین یاخته اندکی دارن. خاصیت شماره 2 چی دارن؟ قشای پای دارن، مثل چسب میمونه، حاوی رشته‌های پروتئینی و گلیکوپروتئینه. کارش چیه؟ 2 تا کار. 1 یاخته های بافت پوششی رو کنار هم نگه داره، 2 این یاخته بالایی و بین یاخته پایینی بچسبونه. 4 مدل هم داره و میریم در ادامه. بریم بافت پیوندی. اول همین بافت پوششی رو حل کنیم. میگه سطح درونی حفرات مجاری بدن نقش داره. خب کدوم بافت داره میگه؟ با این تفاصیل داره کدوم بافت رو میگه؟ با این تفاصیلی که الان صحبت کردیم کدوم بافت داره میگه؟ تایپ کن. یعنی تو وقتی تایپ میکنی مرسی رقیه. بده بیاد. آها تایپ کن. دمت گرم. اصلا تو که داری تایپ میکنی به من داری انرژی میدی. پوششی
داره درباره بافت پوششی صحبت میکنه. با این نکات ببینیم کدوم درسته. میگه هر یاخته این بافت در تماس با شبکه از پروتئین‌ها گلیکوپروتئین‌های غلط 4 نوع بافت پوششی تو کتاب نام برده. بافت شماره 1 پوششی سنگ فرشی یک لایه یا ساده. کجا میبینم تو بابک، کجا میبینم مخاط معده، کجا میبینم مخاط مری، کجا میبینم مخاط نای، شکل‌های متفاوت داره. در اصل در مورک‌ها میبینم. شکل 2 بافت پوششی سنگ فرشی چند لایه، چند تا لایه داره. خب این لایه‌های بالایی آیا با قشای پایه اتصال مستقیم داره؟ میگیم نه. برای همینه که غلطه. خب وقتی اون بالایی جدا از این پایینی از قشای پایه بس نیست، پس هر یاخته این بافت غلط، اون بالایی‌ها ولن. گزینه 2 میگه هر سلول زنده آن قابلیت تولید انواع از مولکولای پروتئین درون خود داره. بابا فرق نداره چه نوع یاخته‌ایه، یاخته زنده باشه، هسته داشته باشه، ریبوزوم داشته باشه، مال انسان باشه، مطمئن باش میتونه پروتئین درست کنه. اصلا خوندیم دنا فقط دستور تولید پروتئین رو میتونه بده. مثلا اگه یاخته میخواد کربوهیدرات درست کنه، دناش باید دستور ساخت آنزیم تولید کننده کربوهیدرات رو بده. پس 2 کاملا درسته. اما اونایی که 3 و 4 زدن چرا غلط؟ میگه همانند بافت پیوندی متراکم بین یاخته های این بافت فضای بین سلولی اندکی وجود دارد. ما کجا خوندیم بافت پیوندی متراکم اینقدر فضای بین یاختهش کمه؟ هیچ جا. میگه بافت پیوندی، جنبندی بگم، میگه موجود بافت پیوندی چند تا خصوصیت داره. 1 میگیم بافت از چند تا یاخته ساخته شده. 2 ماده زمینه‌ای داره که حالت‌های مختلف می‌داره. 3 رشته‌های پروتئینی از جمله کلاژن و کشسان. حالا چیزای دیگه هم میتونه باشه. مثلا چی؟ میگیم بافت پیوندی سس که در تمام لایه‌های لوله گوارش وجود داره میتونه گلیکوپروتئین ترشح بکنه. دیگه چون بافت پیوندی داشتیم متراکم، دیگه چی داشتیم؟ بافت پیوندی خون، قزروف و چربی. پس آقا میگیم مثل اون؟ نه. کی گفت مثل اون؟ چرا از خود 7 در میاری؟ 4 میگه همواره توانایی تولید گلیکوپروتئین موسین و ترشح اون رو به سطح درونی خود داره. آقا بله، بافت پوششی قد، سلام اونایی که جدید میاد، بافت پوششی قده باشه، تو دهان باشه، چاکرش هم هست، موسین ترشح میکنه. ولی اونی که تو معده است چی؟ هر یاخته پوششی موسین ترشح میکنه. ما میگیم نه، پس برای این غلطه. دم اونایی که گفتن 2 گر کسی صدا و تصویر داره، لف هم بافت پیوندی هست، منشأش بافت پیوندیه، منشأش بافت پیوندیه. آقا برو سوال 2 ببینم ماهیچه ها رو چقدر بلدی. برو سوال 2 سلام به همین 40 نفری که الان سر کلاس ما. برو سوال 2 برو ببینم سوال 2 رو چیکار میکنی. آقا اون قضیه سوال 5 میاد. نه 5 سوال 2 برو یه بار بیرون دوباره بیا تو میاد. برو یه بار بیرون دوباره بیا تو میاد. خب اینجا بیاد مثلا خوبه. رقیه نفر اول میگه 3. رقیه نفر اول میگه 3. سجاد میگه 3. حسین میگه 3. یاسمین میگه 3. بقیه چی؟ بقیه چی؟ زهره میگه 3. باش. میگن 3 بابا چه تست مشتی بود، چه تست مشتی بود. آقا بخونیم یه جنبندی درباره ماهیچه ها بهت بگم. خوب گوش کن، ولش کن سوال، ولش کن، کسی اصلا درست این وسط درست نشه. یه نکته تستی دارم. آقا نکن، ما در بدن انسان 3 نوع ماهیچه داریم. 1 ماهیچه های اسکلتی، انشاب ندارن، شکلشون مخططه، عصب دهیشون ارادیه ولی در بعضی مواقع مثل انعکاسا غیر ارادی هم عمل میکنن. 2 ماهیچه های قلبیه، اکثرشون تک هسته ایان و بعضی دو هسته ایان، عصب دهیشون غیر ارادیه، سمپاتیک پار سمپاتیک هم روش تاثیر داره. هم ماهیچه های مخطط و هم ماهیچه های قلبی فرقشون در چیه؟ میگیم شباهت هر دو مخططن، تفاوت ماهیچه قلبی منشعبه. نکته بعدی میگیم هر دو تا سارکومر دارن و ماهیچه سوم ماهیچه صافه. کجا میبینم لوله گوارش؟ کجا میبینم؟ در کنار اول سرخرگ ها و در ابتدای بعضی از مویرگ ها، بنداره های مویرگی. همه‌شون هم تکسته‌ای هستند. خب بریم ببینیم جنبندی کنیم. بریم جنبندی. اوه همه شدن 2 باز. من 2 تا نکته گفتم، همه جوابش نوست. خب میگه چند مورد نادرسته. ماهیچه اسکلتی، ماهیچه های دیواره معده یعنی صاف. میگه همانند ماهیچه های دیواره معده و برخلاف ماهیچه های قلبی دارای چند هسته هستند. آقا ماهیچه های صاف، ماهیچه های صاف که گفتم همه‌شون تکسته‌ای هستند برادر من.
میگه برخلاف ماهیچه‌های دیواره مده و همانند ماهیچه قلبی مخططم. بله گفت ماهیچه اسکلتی و ماهیچه صاف، ماهیچه اسکلتی و ماهیچه قلبی مخططم، اما ماهیچه صاف دوکی شکله. بس به صحیحه داره میگه قلبی و اسکلتی دوکی هن، صاف دوکی نیست. جیم میگه برخلاف ماهیچه دیواره مده و همانند ماهیچه قلبی منشعبه. گفتم آقا ماهیچه اسکلتی انشعاب ندارد. میگه برخلاف ماهیچه دیواره مده و همانند ماهیچه قلبی میتواند به صورت ارادی منقبض شود. آخ 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 آخ، عجب جمله غلطی. عجب اونایی که گفتن سه یعنی دوتاش غلط، یعنی این رو هم درست گرفتن. آقا درسته؟ آقا شما سلام انجه، شماها یعنی اینجا رو درست گرفتید دیگه، یعنی شما اینو درست گرفتین. نه بابا تست دویم، هنوز تست دویم، چی 5 دقیقه کلاس گذاشت. آقا اینایی که گفتن سه، آیا گزینه دال رو درست گرفتن؟ شاید هم درست باشه، شاید هم درست باشه، منم گولت میزنم. چرا اسکلتی منشعب نیست؟ آرامش شکل کتاب درسی، متن کتاب درسی انشعاب نداره. برو اونجا که داره ماهیچه قلبو درس میده، اومده تفاوت ماهیچه اسکلتی و قلبی رو توضیح داده. صفحه فکر کنم 60 خورده کتاب درسی دهمتونه. آقا به من بگو کسی از دال رو درست گرفته باشه؟ دال رو کسی از درست گرفته باشه؟ میخوام یک کلمه. بله من. خب آقا نگاه کن، داره میگه ماهیچه اسکلتی میتواند به صورت ارادی، و نکته بعدی ماهیچه های قلبی هم گفته میتواند به صورت ارادی. خب معلومه که غلطه. ماهیچه قلبی از ارادی، قلبتو نگردار، همین الان میشه قلبتو یک کاری کنی وادار به نزدن. خب میگیم نه، پس این هم غلط. برو بریم گزینه چند شد؟ سه تاش غلط شد. عجب تست مشتی بود. سلام سپر، سلام. برو تست شماره 3 وارد خود دستگاه گوارش بشیم، بریم ببینیم یه چند تا موردی بزنیم. آقا من توی این 3 جلسه گذشته بالغ بر فکر کنم 15 یا 20 تا، 15 تا حداقل تست چند مورد درست دستم. یعنی تو رو دارم آماده میکنم که برید تو دل این تستای چند موردی. از همه مباحث از این تستای چند موردی خواهم زد دیگه، پس تو همه دیدی. سلام به همه این 41 نفری که سر کلاسن، شد 40 نفر. چند میشه؟ اونایی که صاحب نظرن، صاحب سبک هستن، میهمان میگه 2. میهمان اسمتو درست کن بدونم با کی دارم در ارتباطم. ریحانه 3، هستی 2، الهه 2. خب بین 3 و 2 شد، با 3 2 3 2. خب 2 خیلی دارم میگن، 2 رو 2 دارم مانور میدن، خیلی دارن رو 2 مانور میدن. بابا دمتون گرم. بقیه چی؟ خب بین 3 و 2 بریم حلش کنیم، بریم حلش کنیم ببینیم چی میگه، بریم حلش کنیم. من یه رنگ زیباتر بردارم. برو میگه بخشی از لوله گوارش انسان. لوله، آقا دستگاه گوارش شامل لوله گوارش، اندامای مرتبطه. این داره درباره خود لوله صحبت میکنه، یعنی دهان، حلق، مری، معده، روده بزرگ، روده کوچیک و راست روده و مخرج. میگه که در ترشح بیکربنات به درون فضای 12 نقش دارد، در زیر معده و مبازی با آن. این صفت کدوم اندام عزیز من؟ این صفت کدام اندام است؟ کدام اندام است؟ پانکراس. درباره پانکراسه. میگه پروتئازهای قوی و متنوعی رو تولید میکنه. بله، اصلا کسی که باعث میشه کیموس اسیدی معده بازی بشه همین NaHCOCهای توسط ترشح توسط پانکراس هن. اما دقت کن تو صورت سوال داره چی میگه؟ داره میگه بخش از لوله گوارش. این مگه جزء لوله گوارشه؟ پانکراس مگه جزء لوله گوارشه؟ پانکراس مگه جزء لوله گوارشه؟ خیر، جزء دستگاه گوارشه، از جزء لوله گوارش نیست، جزء اندامهای مرتبطه. برای این میگیم غلط. جمله صحیحه اول جزء اندامی نیست. میگه توسط پرده سفاخ از خارج به سایر اندام‌های درون شکم متصل است. آیا این جمله درسته یا غلطه؟ معلومه که غلطه بابا، معلومه که غلطه. میگیم غلط. میگیم آقا ما یه عالمه اندام داریم تو فضای شکمیمون. بعد اولا داریم درباره لوله گوارش صحبت میکنیم.
اصلا به این چی کار داره؟ لوله، خود لوله میگه در تخریب هموگلوبین موجود در گوچه قرمز انسان نقش داشته باشد. آها، میتواند در تخریب هموگلوبین موجود در گوچه قرمز. این داره کیو داره میگه؟ این کیو داره میگه؟ این کدوم اندامو داره میگه؟ اگه راست میگه این کدوم اندامو داره میگه؟ مرسی مرسی ریحان، داره کبدو میگه دیگه. صفرا رو میسازه، صفرا هم توش گفتیم بیکربنات داره و انواع مواد دیگه داره. اما آقا کبد که جزی از چی؟ کبد که بخشی از لوله گوارش نیست، برای این غلط. میگه میتواند در گروهی از یاخته های خود داره آنزیم های گوارشی باشد. بله، چرا نمیتونه باشه؟ خود روده باریک مگه بعضی از یاخته هاش ترشح بیکربنات آب نداشتن؟ میگیم چرا؟ خب اینم داره میگه 12 این روده باریک. بله میتونه، بله میتونه. اما آقا گزینه دو رو دقت کن، این یه دونه درسته، دال درسته. اما این گزینه دومی رو نگاه کن، داره میگه میتواند توسط پرده سفاق از خارج به سایر اندامهای درونشکم وصل باشه. آقا لایه بیرونی بخشی از سفاقه، جمله یک، جمله یک، لایه بیرونی بخشی از سفاقه، یا جمله دو سفاق بخشی از لایه بیرونیه؟ جمله یک درسته یا جمله دو درسته؟ جمله یک، جمله یک یا جمله دو؟ جمله یک میگیم لایه بیرونی بخشی از سفاقه، جمله دو میگیم سفاق بخشی از لایه بیرونیه. معلومه که جمله یک میگیم سفاق خودش چندین تا بخش داره، لایه بیرونی لگوش یکی از بخشایونه. خب 12 خودش یاخته داشت، اون مگه با سفاق در ارتباط نیست؟ میگیم چرا؟ میگیم پس جمله دو هم دقیقاً درسته دیگه، میتواند. بله، به اودال درست شد. گزینه دو، دم اونای گزینه دو گفتن گه. خوب به جمله ها گوش کن. اما سوال بعدی، سوال شماره 4، همشون آنزیم دارن که بله، ولی گفته آنزیم گوارشی. نگاه کن، گفته آنزیم گوارشی. ما میگیم بعضی از یاخته‌های روده باریک توانایی ترشح آنزیم گوارشی، تا ترشح هم نمی‌کنه، رو خود یاختش تولید کرده، نگرشته، قشای مهم نیست. اصلا تو متن کتاب نمیگه که لوله گوارش در مثلا بخش روده باریک یاخته‌هاش ترشح آنزیم دارن، میگه یاخته آنزیم دارن. خب خیلی گفتن دو، چقدر سری. 4، سوال 4 خیلی ها گفتن دو، خیلی ها گفتن دو. ببینیم بقیه چی میگه. کسی بیشتر از این عدد هم داره همراش؟ کسی بیشتر از این عدد هم میخواد بگه؟ 3 4 1. حتی سپر گفته، سجاد گفته، فاطمه گفته، حسی گفته، تکتم میگه 3. یه نفر با 3 گفت. بقیه چی؟ بقیه چی؟ آها، نگار و محلا میگن 4. اینا شاگرده خودمون بوده. نگار کشه معصومه دوباره میگه 3. خب دیگه بقیه. آرامش میگه 4. خب بقیه بده بیاد. آقا بزن تستو، بزن، نترس نترس، بزن. ساناز میگه 2. رقیم رعنا میگه 3. بزن بدو. آقا راست میگه سپر، راست میگه. چرا همه دخترین؟ خب پسرها دیگه تنبل شدن دیگه. الهه میگه 2. خب بریم علش. میگه چند تا نادرسته. میگه لایه بیرونی لوله گوارش در بخش های دارای دو بند داره. آقا ما در لوله گوارشمون چند جا دیده میشه که اونجا دو تا بند داره دیده بشه؟ کجا و کجا؟ آیا یه جاست فقط؟ بگو اونجا. اگه چند تا جای تایپ کن، بگو کجاهای لوله گوارش دو تا بند داره. آقا با هم کلکل نکنید. آقا میشه خواهشن سر کلاسمون فقط به درس گوش بدین؟ نه سوال 5 نه. آه مرسی جهانگرد، مرسی جهانگرد، بهتره راستو در بکنیم مخرج دیگه. مرسی مرسی. بقیه چی؟ روده بزرگ که یه دونه داره، مخرج منظورته، معده یه دونه داره. آها، رسیدیم به مبحث بندارها. خوب گوش کن. ما در طول لوله گوارشمون چندین بار گفتیم 6 تا بندار داریم. 1. ابتدای مری، جنس، مایچه اسکلتی، چند هسته‌ای. 2. بنداره انتهای مری، مایچش صافه، انتهای مری، نمیگیم مال معده است، بنداره انتهای مریه. برو بعد معده، بنداره انتهای معده یا پیلور. بعد برو روده باریک به روده بزرگ، بنداره انتهای روده بزرگ. 5 تا، 4 تا، 2 تا مخرج داریم، بنداره خارجیش، بنداره خارجیش اسکلتی، بنداره داخلی مخرج از نوع صاف. الان هم مری، ابتدای مری، انتهای مری دوتا داشت، همون مخرج اون پایین دوتا داشت. خب پس ما میگیم هم مری هم مخرج. میگه همواره در تمام بخشای خود بخشی از پرده سفاق. آقا
پرده سفاق از زیر دیافراگم معده رو در بر گرفته. اون ابتدایی میری اون بالا که پرده سفاق نداره، پس چی میگه؟ در همه بخشای خود همواره. غلط. بمرات میگه در لایه بیرونی دیوار لوله گوارش بافت پوششی برخلاف پیوندی سست همواره وجود داره. غلط. دوباره لایه ها رو برات بررسی کنم. برای بار فکر کنم 4500. میگیم لوله گوارش 4 تا لایه داره. لایه بیرونی از جنس بافت پیوندی متراکمه، درونش مویرگ داره، عصب رد میشه دیگه، بالاخره هر دو تا 4 نوع بافت داره. بعد چون رگ داره ما میگیم در دیوار اون رگ میتونه ساختار منقبض شونده هم وجود داشته باشه. این نکته رو نشینده نگیره میاد. بعد داخلش خون داره، نوع بافت پیوندی دیگر. بعد میگه میشه لایه مایچه‌ای که در اکثر جاها مایچه طولی حلقویه، تو معده مایچه طولی حلقوی موربه، هر ستاش صافه و میشه چی؟ توش عصب داریم، خون داریم، شبکه یاخته عصبی داریم. بعد میشه زیر مخاط، نوع بافت پیوندیه، داخلش هم عصب داریم، هم رگ داریم، همه چی داریم، داداش شبکه یاخته عصبی داریم. در لایه مخاطی هم که از جنس بافت پوششیه، توش عصب هم دیده میشه، رگ هم دیده میشه. اما این نکته ما میگیم در تمام لایه ها بافت پیوندی سست هم وجود داره. میگه بافت پوششی برخلاف پیوندی سست همواره وجود دارد. غلط. در هر دو همواره، هر دو. گزینه یک رو ما گفتیم آقا هم مری هم مخرج دوتا بنداره دارن، اما بابا مری که بخشی از سفاق نیست، اون بالاش گفته همواره سفاقه. جیم میگه بسته شدن مایچه‌های طولی ابتدای مری مانع خروج غذا از حلق و ورود آن به مری میگردن. بسته شدن مایچه‌های طولی، چرا اینو درست گرفتی؟ اولا که بنداره ابتدای مری از نوع مایچه اسکلتیه، مثلا این به کنار. بعد نکته بعدی، اصلا بنداره که مایچه طولی هست اوکی، ولی بنداره ابتدای مری چی؟ و تازه مایچه طولی هم نیست، مایچه حلقویه. بنداره مایچه حلقویه. کنکور 99 سوال اومده اسفنکتر رو به بند مایچه حلقوی. بعد از اون دیفالت هم بسته هست، بسته شدن هم اصلا کار نداره. اینم به خاطر این غلط. میگه برای باز شدن چین خوردگی های دیواره معده باید دریچه ابتدای معده باز گردد تا غذا وارد معده گردد. آقا همین الان بنداره رو توضیح دادم، گفتم ابتدای معده بنداره نداره، بلکه اون مال انتهای مری است. مری، انتهای مری، چند بار تاکید کردم بهت، مال انتهای مری. اما شد همه فهمیدن این گزینه رو، فهمیدی چرا 4 شد؟ دیدی چقدر تست قشنگی بود؟ دید سلام همه 43 نفر. آقا کلاسمون داره تعدادش دیگه بعد کم کم میره بالا. این گفتم آقا بعد از 4 هفته به 50 نفر میرسیم، واقعا هم رسیدیم. اما بریم تست شماره 5. این تست رو یه کمه که میخوام برات اینجا بشکافم قشنگ. آقا بریم تست شماره 5. آقا تست شماره 5 خیلی قشنگه. شما میذارین شکلش همیشه باز بچا بریم تو کلاس. آقا این تست شماره 5 رو خوب نگاه کن. این تست شماره 5 که بغل من شکلش هم اومده، اصلا تو میتونی شکلش رو از اینجا بزرگتر نگاه کنی. اسکرین شات اصلا نکنی، اینوری بزرگش بکنین. دیدی؟ خب از اینجا قشنگ شکل رو نگاه کن. آها مرسی. خیلی دارم میگن 2. خیلی دارم میگن 2. خب بقیه نظر. فاطمه میگه 2، معصومه میگه 2، حسی 2، سجاد 2، سپر 2، نفر اول گفت آنجل 2، نگار 2، الهه 2. دکتر میگه من تصویر ندارم. میمان سوالشو بردین که سوالشو میشه برشون بیارین. آره اشکال نداره. بیارین آقا، سوالم نکنه. اینم سوال. قصه خوردین. تصویر منو میشه برای خودمون. خب همه میگن 2. بریم بررسیش بکنیم. این تصویر من میشه درست کنیم. این بریه. خب آقا بریم این شکل رو نگاه کن. اولین قدم در خوب گوش کن. اولین قدم در حل تست هایی که این مدلیه باید نامگذاری انجام بشه. نامگذاری بکنیم. یک چیه؟ این یکی که اینجاست چیه؟ میگه معده. آها یک چیه؟ میگه معده. یک چیه؟ میگه معده. میخوام نکته بگم حواسشم کن. دو چیه؟ دو
دو دو دو. آها پانکراس، پانکراس، مرسی. سه چیه اون بغله؟ سه که اون بغله چیه؟ سه، سه چیه؟ مرسی، کبد. چهار چیه؟ چهار، چهار، چهار. آها روده بال. پنج چیه؟ پنج، پنج. مرسی. خب بریم آقا، گرفتی اینو، بریم تست حل کنیم. ممنون، بریم تست حل کنیم. اما آقا خوب دقت کن، این تست فوق العاده مهمه برای ما. بریم تست سوال کنیم. بیا توی تست نامگذاریش فهمیدیم. ما گفتیم آقا جون یک چیه؟ گفتیم یک معده است. دو چیه؟ پانکراسه. سه چیه؟ کبده. چهار چیه؟ روده باریکه. پنج چیه؟ روده بزرگه. خب میگه یاخته های سازنده داره درباره خودشون صحبت میکنه. میگه یاخته های سازنده بخش چهار یعنی روده باریک برخلاف یاخته های سازنده بخش یک یعنی معده در بخش مخاطی به شکل های متفاوتی سازمان یافتی سازمان یابی یافتن. آقا ما میگیم در معده حفره و قده معده انواع یاخته های پوششی تو مخاطش، در روده باریک انواع یاخته پرزدار، ببخشید ریس پرزدار، اونایی که چی ماده مخاطی ترشح میکنن، اونایی که چی آنزیم ترشح میکنن، اونایی که چی غذا میبرن. که پس این برخلافه چی میگه؟ این غلطش کرد. تست شماره دو، گزینه دو، میگه به یاخته های سازنده بخش سه یعنی کجا؟ یعنی کبد. برخلافه یا نه همانند یاخته های سازنده بخش یک یعنی معده با تولید نوعی ماده سبب تغییر پی اچ میشن. نمیگه کم یا زیاد، میگه فقط تغییر. بله که سبب تغییر میشه. چطور؟ کبد میگیم صفرا میسازه، صفرا داخلش چی داره؟ بیکربنات، پیهاش میبره بالا. معده چی میسازه؟ یاختای کناری HCL میسازن، پیهشو میاره پایین. گزینه دو جوابه. بابا دمتون گرم، اینو مطمئن باشین تیپ تست رو خواهید دید. سه میگه چهار یعنی روده باریک برخلاف پانکراس برای انجام فعالیت های زیستی خود از شکل رایجش. آقا گفته برخلاف آتپه، یعنی بدبخت چی بنزین میزنه؟ صفرا خیر آنجل در کبد درست میشه. آقا هم همه یاخته‌های ما از آتپه میتونن استفاده کنن. میگه یاخته‌های دو همانند پنج با تولید نوع آنزیم گوارشی سبب تجزیه حرکت پلی‌ساکارید مهم در طبیعت میشن. آقا پلی‌ساکارید مهم در طبیعت چیه؟ پلی‌ساکارید مهم در طبیعت چیه؟ کسی میدونه به چی میگن پلی‌ساکارید مهم در طبیعت؟ طبیعت، گیاه، 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 درخت، درخت. نه ساکاروز نه. مرسی مرسی مرسی. سلولوز، دیواره یاخته گیاهی، تیغه میانه یاخته گیاهی. اما میگه دو همانند پنج میتونه سلولاز بسازه. اصلا یاخته های بدن پستانداران نمیتواند سلولاز بسازد مگر اینکه باکتری داشته باشه. و بعد اصلا ما میگیم آقا جون یاخته های روده بزرگ آنزیم درست نمیکنه، یاخته روده بزرگ فقط آب جذب میکنه و یکم ترشح داره مثل گاف. دقیقاً نه به خاطر این غلطه. عجب تستی بود. اما برو تست شماره 6. با این تست حال کردی؟ از 1 تا 10 نمره بده. با این تست اگه حال کردی از 1 تا 10 نمره بده. با اون تست قبلیه، این بالاییه. 1 تا 10، 1 تا 10، 5. اوف بابا. خب سپر دیگه خیلی قوی شده دیگه. 5 میدم، 6 میدم. خوبه. میرسیم به جایی که تست 10 بدید مجبور بشین از سختیش 10 بدید. خب برو 6. برو 6. تو که میگی این اوکی، برو 6. ببینم چقدر آنزیمار میشه. سفر گفته 4. سفر گفته 4. 3 4 زهرا میگه 2، مسلمه میگه 3، رقیه میگه 4. خب دیگه 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 دیگه. ساناز میگه 4، الهی میگه 4. 3 3 4 3 4. آقا بریم یه جنبندی خفن درباره آنزیم. آقا داره درباره چی صحبت میکنه؟ داره درباره چی صحبت میکنه؟ میگه هر آنزیم مؤثر در گوارش کربوهیدرات در بدن انسان سالم و بالغ دربارهش صحیحه. آقا تست درباره آنزیم تو کنکور 99 اومد، نه با این فرم، خود آنزیم. ممکنه کنکور 90 یعنی 1400-1401 بیا دقیقاً یه آنزیم رو گیر بده درباره اون یه سری سوال بکنه. آقا تست شماره 6 ما اگر دقت بکنی خیلی برامون مهمه. میگه چه آنزیم های در گوارش کربوهیدرات در بدن انسان سالم و بالغ مؤثرن؟ ما میگه آجون آمیلاز بزاق، آمیلاز پانکراس خیلی هم قویه، آمیلاز یاخته روده باریک، صفرام که آنزیم نداره.
میگه به همراه شیره گوارشی از طریق یک مجرای مشترک وارد دوازده میشه. آقا الان آمیلازهای یاختهای روده باریک های مجرا دارن، مال خود یاخته غلط. میگه توسط اندامهای لوله گوارش تولید میشود. آقا بزاق که در دهان پانکراس، اینم یاختهای خود روده باریک. میگه توسط اندامهای لوله گوارش ساخته میشه. آقا لوله گوارش، پانکراس مگه لوله گوارشه؟ میگیم نه، برای این غلط. اون اندامهای مرتبط با لوله گوارش. میگه همراه با مصرف آب پیوند بین مولکولار میشکنه. اسم این عمل چیست تو کتاب؟ به این چی میگن؟ وقتی که با مصرف آب پیوند میشکنیم بهش میگن چی کار کرده؟ مرسی سپر، مرسی آنجل، مرسی دکتر، دمتون گرم بابا. آبکاف یه هیدرولیز. یه مثال بزن خوب یاد بگیرم. آقا ما اینا رو تو کلاس هامون یعنی به شدت کار کردیم، یعنی شما دمتون گرم خدای. آقا میگیم قبول داری این دوتا قند اینطوری به هم وصلن؟ میگیم بله. میگیم قبول داری قبلش اگه یک کم شیمیت خوب باشه، یعنی اینا اینطوری بودن، وقتی میخواستن سنتز کنن به هم وصلشن، برای همین بهش میگن سنتز آب ده. این دوتا H2O میسازن، اینا به هم وصل میشن. خب اگه بخوایم دوتا جدا کنیم، یعنی یه OH با یه H بعد شکسته بشه، بنابراین برای همین بهش میگن هیدرولیز. این صحیح. میگه قادر به انجام آبکافت همه انواع پلی‌ساکارید هستن. بابا دمش گرم، اگه همچین قدرتی داشت که چه کاری بود؟ یاخته های ما سلولوز را نمیتوانند کاری بکنن باش. شو چند مورد؟ گزینه 4. دمت گرم. گزینه 4. دمت گرم. برو سوال بعد، سوال 7. برو سوال بعد، سوال 7. برو سوال 7 ببینیم چیکار میکنی. خب ببینیم چه کردی. یک یک بابا ترکوندنش. یه سه همین وسط داریم. سوال 7 آفلاین کرا. بله بله تو سایت میذاریم، تو سایت میذاریم. محلا همه میگن یک. حلش کنم ببینم آیا واقعا یک میشه. آها میگه در دستگاه گوارش انسان ابتدای روده بزرگ، یعنی روده کور که بهشی آپاندیس هم وصل توسط مجرا، برخلاف اندام تولید کننده صفرا یعنی کبد پایین تر از 12 است. بله 12 اینجا کبدون بالا، روده بزرگ این پایین. گزینه یک جواب. دمتون گرم. اصلا دمتون گرم. اما اونا که گزینه های دیگر گفتن خوب گوش کن چرا غلط شده. میگه بنداره انتهای مری. حالا که مری میاد اینطوری فرت میخواد بره به معده وصله، تازه بنداره انتهای مری یک کم از بخش بالای معده هم پایین تره، یعنی یک کم از بخش بالای معده از بنداره انتهای مری هم بالاتره. میگه میاد تو سمت چی؟ تو سمت قلب وجود داره، یعنی سمت چپ. چپ لوزال معده کجا یا پانکراس؟ زیرش. میگه پایین تر از محل آغاز گوارش مکانیکی مواد غذایی در انسان دهان، هر دوتا پایین ترن. این چرا گفته پس این مثلا برخلاف؟ به خاطر این غلطش کرده. بنداره کاردیا که بهتر است شو بگیم انتهای مری در سمت چپ قرار داره. میگه محل آغاز حرکات کرمی دهان. میگه محل گوارش نهایی کیموس روده باریک، پایین تر از بنداره انتهای مریه، پایین تر از بنداره دهان. آیا اصلا ما حلق هم بگیریم پایین تر از بندار انتهایی میریم؟ بالای بابا تو آزمون کانون اصلا امکان نداره سمت راست گرفته باشه. بنداره انتهای معده رو سمت راست گرفته بود، بنداره انتهای معده رو سمت راست، بنداره پیلو رو سمت راست گرفته بود. 4 میگه بخش کیسه‌ای شکل لوله گوارش تو کنکور 99 400 بعید نیست نبینیم. به جای معده بگه بخش کیسه‌ای شکل، برخلاف بخش ابتدایی روده باریک که سمت چپ قرار داره یا راست میگیم راست. میگه پایین تر از کیسه صفراست. میگه معده برخلاف بخش ابتدایی روده باریک پایین تر از کیسه صفراست. خب معلومه نه دیگه، اون معده یه بخش اصلا بالای کبد قرار داره، چی پایین تر. اما سوال بعدی، سوال 8 دمت گرم سپه. 8 میگه 1. سپه که میگه 8 و 1، هستی میگه 3 1 4 2 1 دوباره. چرا این سوال از سوال چالشی هست؟ باز همه تو هم گیر کردن. بابا چه سوال قشنگ. حالا بررسی میکنم. بله 1 2 1 2 بابا بریم حلش کنیم، بریم حلش کنیم.
اصلا وقت رو نمیخوام تلف کنم. میگه در بخشی از لوله گوارش که حاوی چین خوردگی های در درونترین سطح خود یعنی مخاط خودشون هستن، میگه معده روده باریک، روده بزرگ، روده بزرگ. حواست باشه راست روده و مخرج چین خوردگی نداره. میگه قطعاً شبکه عصبی با کارکردی مستقل از دستگاه عصبی خودمختار قابل مشاهده است. متن کتاب: در روده ما شبکه یاخته عصبی اونجا میتواند مستقلاً کار بکنه از شبکه خودمختارا، اما شبکه خودمختار همواره بهش وصل است. خب اما دقت بکن این قضیه که گفتیم مخصوص شبکه عصبی روده‌ایه دیگه، پس یعنی معده همچین خصوصیت نداره طبق کتاب درسی. خدا این غلط. میگه یاخت‌های ریزپرزدار در جذب مواد عالی مختلف نقش دارد. روده بزرگ، معده، ریزپرزدار مخصوص روده باریک اونم بعضی از یاخت‌هاش بود. غلط. میگه گوارش تمام مولکولای زیستی متشکل از سه عنصر مختلف رخ میدهد. آقا دقت کن داریم میگیم آقا جون گوارش تمام مولکولای زیستی، مگه ما تو روده بزرگ دیگه گوارش داریم؟ درسته ممکنه یه کوچولو داشته باشه، الان مال خودش که نیست دیگه، با اون آنزیما که حملش دارم میاد، پس این به خاطر روده بزرگ بودنه غلطه. چهار، میگه آنزیم های تجزیه کننده پروتئین ابتدا به صورت غیر فعال به درون آن وارد میشوند. دقیقاً میگه چی؟ میگه آنزیما. آقا این گزینه رو نگاه کن، یکو دوباره میگم چرا غلطه. میگیم هم معده هم روده باریک هم روده بزرگ، این جمله که اینجا نوشته مخصوص کیه؟ میگه مخصوص دستگاه عصبی روده ای. اما گزینه 4، مگه روده بزرگ آنزیم داره؟ آها، این میشه اون نکته ای که در چشم رفیقان دیده نمیشود. آقا معده که ما میدونیم پپسینوژن به صورت غیر فعال داره ترشح میشه. روده باریک ما میگیم چی میاد داخلش؟ روده باریک میگه آقا جون ما پروتئازهای 12، پروتئازهایی که از پانکراس به 12 میریزن به صورت غیر فعال ابتدا واردش میشن. اینم از روده باریک. اما روده بزرگ، شما فکر میکنین این پپسینایی که تو محیط اسیدی معده دارن کار میکنن بعد با تو روده باریک کیموس بازی میشه، آیا این پپسینا هنوز به کار خودشون ادامه میدن فکر میکنی؟ آیا این پپسینا فکر کردی همینطوری به کار خودشون ادامه میدن؟ معلومه که خیر. این پپسینای معده که تو پی‌اچ اسیدی کار میکنن وقتی میان تو روده باریک محیط بازی میشه غیر فعال میشن، تجزیه میشن، دوباره بازجذب میشه آمین اسیدهاش. اگه قرار باشه ما هی آنزیم ترشح کنیم بریم تخلیهش بکنیم که سریعا درمون سرویس میشه که. خب این قضیه، پس ما میگیم آقا جون یه بار دیگه میگم آقا جون این پپسینای معده که تو فضای اسیدی دارن کار میکنن وقتی به محیط روده باریک میرسن که کیموس بازی میشه فعالیتشون کنسل میشه، غیر فعال میشن دوباره. آنزیم هایی تو روده باریک، پروتئازهای روده باریک، اون پپسینام که از جنس پروتئینه میشکنن دوباره بازجذبشون میکنن. خب از روده باریک ما همینطوریه، ما میگیم یه عالمه ممکنه پپسین غیر فعال بیاد اینجا، یه عالمه آنزیمای خود روده باریک یاختاش که مردن آنزیمای غیر فعال داره میاد توی روده بزرگ. بله، گزینه 4. دیدی عجب تستی بود. مرسی پویان لطفی. چند نفری گفته بودن 4 میشه. این نکتهش کمتر جایی مثلا دیدم دیده بشه بگن یا حتی سوالی بدن. اما سوال بعدی، سوال نو. آقا من میخوام سوال 9 حل کنیم، سوال 10 هم حل کنیم، بعد یک خبری بهتون بدیم. نه، جهانگرد میگه 1، آنجل میگه 1، معصومه میگه 1، هستی میگه 1، توکتم میگه 3،
خب دیگه بقیه سپه واله سارا سجاد 40 نفری که سر کلاسن الان. حسام میگه یک، وقتی پپسین غیر فعال میشه آنزیم های لوله گوارش میزنن تیکه تیکش میکنن تو روده باریک، دوباره بازجذب میکنه آمین اسیدش. سجاد میگه دارم میخونم. کمالی میگه یک، رجبی میگه یک، پیمان میگه یک، رعنا میگه سه، نگار میگه یک، سجاد میگه سه، اوه 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 اوه، مهدی قربانی میگه سه. آقا نگاه کن، تو تستای سخت‌تر از این الان جواب دادی ها، تست کنکور 99 خارج از کشور رو نتونستی هیچکی درست جواب بده. یه نفر مثلا من میبینم مثلا شاید درست جواب داده باشه. خوب گوش کن، فوق‌العاده گوش کن، فوق‌العاده گوش کن. میگه قبل از ورود کیموس به بخش لوله گوارش انسان که مراحل پایانی گوارش رو طی میکنه یا آغاز میکنه، یعنی روده باریک، قبل از ورود، قبل از این روده باریک یعنی معده، سوال درباره معده است. میگه گوارش پروتئین‌ها آغاز شده و تا مرحله تولید کوچکترین واحد سازنده پیش میره. غلط، گوارش پروتئین تو معده آغاز میشه، اما معده پپسینش توانایی تبدیل پروتئین به آمین اسید نداره، تاش کوچیک کوچیکش میکنه. دو، میگه یاخت‌های پوشش سطحی با فرو رفتن در بافت زیرین خود یعنی بافت پیوندی حفره‌ای را به وجود آوردن. بله، پوشش سطحی ما رفتن توی حفره‌ها، تو بافت پیوندی زیرینشون قده‌های معده را به وجود آوردن، قده‌های معده را به وجود آوردن. بله، گزینه دو جوابه، گزینه دو جوابه. پویان لطفی بابا دمت گرم، یکی دیگه هم درست گفته بود. سپر اولش که گفتی دو، خب حالا میگه مولکولای دی و پلیساکاید با تبدیل به مولکولای مونوساکاید جذب گردیده اند. اصلا مگه ما تو معده آمیلاز داریم؟ جذب داریم ولی خند جذب نمی کنه. مگه حفره قده است؟ یا کن این بافت پوشش سطحی میره توی حفره، حفره که رد کنه بره تو بافت پیوند زیرین میشه قده. میگه با حضور ترکیبی فاقد آنزیم چربیای گوارش یافته محیط داخلی وارد میکنن. این میشه چی؟ این میشه صفرا. صفرا به کجا میریزه؟ به روده باریک. تو فقط کافی بوده سر جلسه، دیدی خیلی کم درست جواب دادین سر جلسه کنکور، همه اینو گرفتن، فکر کردن سوال درباره روده باریکه، یه گزینه دیگه رو زدن. چقدر اون گزینه‌های دیگه درباره روده باریک بوده، اصلا قشنگ درست بوده. اینم کنکور 98 خارج از کشور، داخل هم همین سوال چند موردی بوده. 98 خارج، ببخشید 99 خارج، همین کنکور امسال بوده. میگیم 98، 99 خارج، 99 خارج از کشور. برو سوال بعدی، سوال 10، برو سوال بعدی، سوال 10. از قبل پویان میگه سجاد اول گفت دو، پویان میگه دو، خب سارا میگه دو، اصلی میگه دو، معصوم میگه دو، اوه اوه، نگار میگه دو، دمت گرم، زهرا میگه دو. خب خب دیگه بقیه به 12 میرسیم، به 12 میرسیم. سپر آره دو، رنا پیمان دو. خب بریم حلش کنیم، همه دو، دمتون گرم. بریم مپس بستین قشنگا، قشنگ بستین. خب میگه در بخشی از لوله گوارش اسب که سلولوز به طور عمده آبکاف میشه، یعنی روده کورش، ابتدای روده باریکش، مواد غذایی تحت تاثیر آنزیم یا آنزیم‌های سلولاز جانور قرار میگیرن. آقا روده کوچه، روده کور اسب محل وضوع میکروب یا باکتریایی که سلولاز ترشح میکنن، نه خود جانور. غلط. دو، میگه ملخ که به غذا به کمک دندانه‌های دیواره آن خورد میشه، یعنی کجا؟ یعنی پیش معده. میگه مواد غذایی تحت تاثیر آنزیم یا آنزیم‌های گوارش قرار میگیرن توسط جانور. بله، ما میگیم آقا جون کیسه معده و معده آنزیم‌های به پیش معده هم ترشح میکنن، برای همین میگیم تو پیش معده هم به خاطر دندان‌هاش گوارش فیزیکی داریم، هم به خاطر آنزیمایی که میاد توش و مال خودش نیست ولی از خود ملخ ترشح شده گوارش شیمیایی داریم. سه، میگه گاو که فرآیند آبگیری تا حد زیادی انجام میشود، یعنی نگاری، بعدش تحت تاثیر آنزیم‌های معده واقعی، معده واقعی میشه کجا؟ میشه شیردان، ولی اون اولش درباره چیه؟ نگاریه. میگه پرنده که فرآیند آسیاب کردن غذا رو تسهیل میکنه، یعنی سنگدان، تحت تاثیر آنزیم یا آنزیمای متشرج از کبد قرار میگیره. آقا متشرج از کبد به روده باریکش راه داره، اما سنگدان قبل از روده باریکه، برای همین غلط.
هزارلا دیگه. آها اینو گفتیم چی؟ ها آبگیری، آبگیری که در هزارلا انجام میشه. گفتم نگاری، گفتم نگاری حتما. آها حواسمه هزارلا. سیرابی که میشه حجیم ترین بخش معده گاو، اونجا میکروبا وجود دارن. نگاری که میشه اتاقای کوچک، هزارلا میشه محل آبگیری، شیردان هم میشه معده واقعی که آنزیم گوارشی ترشح میکنه یخداش. اما سوال بعدی سوال 11. 11 رو کیل کرده؟ 11 رو کیل کرده؟ این سوال 11 سوال ترکیبی هست. ببینیم کیا جانورها رو خوب خوندن و بلدن. شما این سوال قبلی رو که خوب ترکوندین. سوال 11 رو بترکون. 11 11. تایپ 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 تایپ. آه ماشاءالله. گفتم دیگه، گفتم اون سال کنکور 99 بوده. یا 3 یا 2، یا 3 یا 2، ساز یا 3 یا 2. خب یا 3 یا 2. بریم ببینیم اینجا تو مبحث جانوری کی خوب عمل کرده. جانوری از اون مباحث مهمه. ما تو اون پکیج گوارشمون تو 45 دقیقه کل جانوری رو درس دادیم، 15 تا تست خفن هم ازش زدیم. خب ببینیم که این سوال چی برای ما دارد. میگه در هر جاندار فاقد گوارش درونیاخته‌ای مواد غذایی قطعاً از سطح بدن جذب دستگاه گوارش میشن. غلط. کرم کدو نه دستگاه گوارش داره، نه لوله گوارش، هیچی، نه حفره داره، هیچی. مواد غذایی به صورت گوارش شده از سطح بدن جذب میکنه، مثلا دستگاه گوارش نداره. دو میگه فاقد گوارش برون یاخته است، مواد غذایی قطعا وارد واحد های ساختاری و عملکردی آنها میشه. پارامسی، پارامسی مواد رو میاره داخل و داخل بدن شروع میکنه به گوارش، واکول گوارشی درست میکنه، کافن آزم. اما واحد های چیه؟ پارامسی یوکاریوت تکیاخته ایه دیگه. به خاطر این غلط، چون گفته واحد های. جیم میگه دارای گوارش برون یاخته ایست، مواد غذای قطعا فرند گوارش مکانیکی غذای خود درون حفره یا لوله گوارش آغاز میکنن. ملخ، ملخ گوارشش رو خارج از دهانش، آرواره هایی که خارج از دهانش قرار دارن، یعنی هنوز وارد لوله گوارشش نشدن، شروع میکنه. پس به خاطر ملخ غلط میشه. میگه دارای گوارش درون یاخته ایست، قطعا یاخته هایی با فضای بین یاخته اندک بر روی غشای پایه مشاهده میشه. دوباره میگم کی؟ دوباره میگم پارامسی. پارامسی یه دونه یاخته داره، اصلا بافت براش تعریف نمیشه. گوارش هم درون یاخته ای. دیدی شد چهار؟ دیدی شد جوابش چهار؟ دیدی شد چهار؟ دیدی شد چهار؟ حالا 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 حقش هست به این سوال از ده ده بدم؟ حالا حقش هست از این سوال از ده ده بدم؟ از ده ده بدم دیگه. هیچکی درست نزده بود دیگه، هیچکی درست نزده بود دیگه. کسی از همه ادعا کنه بگه ما زدیم درست زدیم؟ نزدیم دیگه. گفتم به سوالی میرسیم که ده از ده میگیره. خوب یادش بگیر، خوب یادش بگی جانورا رو، خوب جانورا رو یاد بگی بابا. نکته داره، حرف داره، کلمه. بابا کنکور یعنی کلمه. متن کتابو بشین دقیق بخون، متن کتابو بشین دقیق بخون. برون یاخته ای، برون یاخته ای مثل هیدر آنزیم ترشح میکنه تو حفره گوارشیش، یک کمی گوارش پیدا کرد بعد میاره درون یاخته ای میکنه. اما اونی که درون یاخته ای داره یعنی نمیتونه آنزیم ترشح کنه، مثل پارامسی میاره غذا رو تو، از اونجا گوارش داره میده. استاد استثناء خیلی داره، چجوری اینا رو فراموش نکنیم؟ با خوندن زیاد، تسلط زیاد، تست زیاد. اما سوال بعد سوال 12. سوال 12 رو حل کن. خب آقا، خب 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 چه کردین؟ چه کردین؟ چه کردین؟ دو، چهار داریم، دو داریم، چهار داریم. خب سوال 12، دو داریم، چهار داریم. بین دو و چهار شک، بین دو و چهار شک. خب 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 حلوا گفتم. خب اما بریم حل کنیم.
بریم حل کنیم. میگه سپر میگه تو چهار ریفلکس هم باید در نظر بگیم. خب اما گفته به طور قطع نگاه کن آقا جون، میگه بخشی از لوله گوارش انسان که تمامی آنزیم های گوارشی حفره از یاختهای خود لوله ترشح میکند، تمامی آنزیم های گوارشی حفره را از یاختهای خود لوله ترشح میکند، یعنی کجا رو داره میگه؟ گزینه یک. گزینه یک داره کجا رو میگه؟ تنها اندامی که آنزیماش مال خودش هم میشه معده. معده، مرسی، معده. میگه به طور قطع تمامی ترشحاتش را وارد محیط خارجی میکنه. پس گاسترین چی میشه؟ مرسی. گاسترین، گاسترین هم از همون قده ترشح میشه، به خون میریزه. میگه در عملکرد سومین خط دفاع بدن نقش داره. آقا سومین خط دفاع بدن کدوم دفاعه؟ سومین خط دفاع بدن کدوم دفاعه؟ اختصاصی. مرسی، مرسی. اختصاصی، اختصاصی. میگه بخشی از لوله گوارش انسان که در دفاع اختصاصی نقش دارد کجا رو داره میگه؟ کجا رو داره میگه؟ کجا رو داره میگه؟ هنوز نخوندی سپر، نخوندی فصل پنج میخونی. کبد، کبد، خیر، خیر، بخش لوله گوارش. آقا نکن دفاع تو فصل پنج یازده میخونی. سه تا این تست دارم واسه بچه دوازده میزنم دیگه. دفاع پنج سه تا قسمت داره، دفاع غیر اختصاصی اول، دفاع غیر اختصاصی دوم و دفاع اختصاصی. تو دفاع اختصاصی لنفوسیت ها نقش دارن، لنف نقش داره. آها میشه آپاندیس. میگه بخشی از لوله گوارش توی دفاع اختصاصی هم نقش داره. آپاندیس هم گفتیم محل حضور گره های لنفی دیگه. میگه برخلاف اندام تحال در نیمه راست بدن قرار گرفته. بله تحال اندام لنفی که در سمت چپه، ولی دست گردش خونش میره به کبد. اما چی؟ آپاندیس در ابتدای روده بزرگه، سمت راسته. کاملا درسته. گزینه دو جواب اونا که زدن دو. اما آقا میگی من این تستو اگر ندونستم این چیه چیکار کنم؟ سه تا گزینه دیگه رو بخون، اونا رو غلط بود، گزینه دو رو میزنی دیگه. اما میگه حاوی چین خوردگی هایی در درون ترین سطح خوده، معده، روده کوچیک، روده بزرگ. میگه به طور قد یاختهای ریسپرزدار دارد. غلط گفتیم، روده بزرگ و معده نداره. میگه آغازگر در گوارش پروتئین هاست، یعنی معده. میگه به طور قطع با توقف انقباضات مایچه بندار کاردیا چین خوردگی های آن کاهش خواهد یافت. با توقف انقباضات مایچه بندار کاردیا نه، با کاهش، با کاهش انقباض بندار انتهای مریا کاردیا، غذا که وارد میشه معده رو گشاد میکنه، پس منبسط میشه، پس چین خوردگیش کم میشه. نه توقف، توقف غلطه، کاهش، کاهش. اما بریم سوال بعدی، سوال دوازده، سوال سیزده. به به، دوباره توی کنکور 99 اسفنج اومد، تو کنکور 1400 و 1401 شاید هیدر رو آوردن. میخوای چیکار کنی بعد؟ هیدر هم پس من برای سوال حل میکنم. برو ببینم جانوری هیدر رو اگه راست میگی کی بلده؟ جانوری هیدر رو کی بلده؟ جانوری هیدر. اون خبره گفتم دیگه بابا مال کنکور 99 خارج رو حل کردیم، گفتم بدونی که غلط زدیم. هیدر، 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 هیدور، هیدر. خب یک داریم، دو داریم، چهار داریم، بقیه سجاد اون بالا گفته بود یک میشه، رعنا میگه یک میشه. خب خب معصوم میگه یک، هیدر. نگار نادری میگه دو میشه، معصوم فرزانه میگه یک میشه. خب خب آرامش میگه دو، آنجل میگه. خب خب بریم حلش کن. نامگذاری الف چیست؟ بازوها، بازو. ب چیست؟ ب چیست؟ ب چیست؟ دهان. یاد گرفتی ها، یاد گرفتی ها. اون جلسه قبلی گفتم هید دهان داره، دیگه یاد گرفتی. الان سری تند و تند زده دهان. آقا میدونستی که هیدر دهان داره؟ اونا که جلسه قبل تست آخر بودن فهمیدن که هیدر دهان داره. عکس کتاب درسی ها، هیدر دهان داره، حلق که نداره. نه بابا، همون دهانم به زوره. جیم چیه؟ میگیم بدنش، بدن. میگه جهت حرکت مواد در بخش ب دو طرف است. بله همون دهانش، هم مواد میاد هم مواد میره. پس این صحیح. میگه یاخته های بخش الف فقط یک نوع لیپید در قشای یاخته خود دارن. غلط. مگه این جانور نیست؟ مگه این جانور نیست؟
یاخت‌های جانوری دو نوع لیپید داشتن، فسفولیپید و کلسترول. مخصوص یاخت‌های جانوری، گیاهی ندارن تو یاخت‌های خودشون. پس این گفته فقط یک نوع، غلط دیگه، کلسترول. سه، میگه یاخت‌های موجود در بخش جیم توانایی آغاز گوارش برون یاخته‌ای را دارند. بله، بعضی‌هاشون آنزیم ترشح می‌کنن، اول یکم خرد میشه، بعد بعضیا جذب می‌کنن، یا بهتر بگیم اکثرشون جذب می‌کنن و ادامه گوارششون درون یاخته‌ایه. بله، میگه مواد دفعی تولید شده توسط یاخت‌های بخش جیم میتواند از بخش ب خارج شود. بله، اصلا دهان از همونجا خارج میشه. دقیقاً. آقا نگاه کن، جانوری خیلی مهمه ها. جانوری خیلی مهمه ها. جانوری، آقا اونایی که فهم کردن تو جانوری مشکل دارن، ما تو این پکیجمون گوارش، اونایی که خرید کردن میدونن. نگاه کن، دو تا جزوه است. اگر دقت بکنی از سوال 80 تا سوال 105 همگیش گوارش درباره جانوران و مقایسه با انسان و مقایسه با جانورهای مختلفه. نگاه کن، 4 صفحه تست فقط گوارش و نه تستای آبکی ها، تست مهم. جزوه اینجا داره، کلش رو ما درس دادیم داخلش، کلش رو درس دادیم. جزوه رنگیه، سیدیش هم کلن 4 تا 1.5 فیلمه، کلن 4 تا 1.5 فیلمه. خب برو بشین ببین جانوریشو دیگه. شما الان یه همون بخش جانوریش رو میشه به بچه ها نشون بدین؟ آقا ما تو بخش جانوریش اومدیم کلش رو بررسی کردیم. تو رو خدا برو بخونه رو کتابت. قیمتش 30 تومنه، 30 تومن. بابا هم میتونی آنلاین ببینی، نمیخواد اینا رو بخری، جزوه رو ما بهت میدیم، برو دانلود کن، برای خود پرینت کن، بی آنلاین ببین، 20 تومن. اگرم میخوای پکیج این ستا رو با هم برات بفرستن، 30 تومن میشه، 30 تومن. حالا برو کلاس خصوصی بگی 500 تومن برای هر جلسه بده، تا بیا نصف این چیزایی که من گفتم به تو بگه. فش میکنه چینه دان، دوای سنگدان نیستا. آقا فیلم نگاه کن، یکم میشه بزنی نقاب تو رو خدا. همین هیدرو که ما داشتیم درس میدادیم. اینم از همین هیدرو که ما داشتیم. یکم عقب‌تر، عقب‌تر، عقب‌تر. معده‌ش نرود. یکم عقب‌تر. نگاه کن، نگاه کن، من چه همه‌شو درس دادم تو این فیلم. یکم بزنی عقب‌تر. همین یکم بیا عقب‌تر. آقا هیدرو نگاه کن تو رو خدا، من چقدر شک برش کشیدم. کلش رو توضیح میدم، میگم چی چیه چی نیست، بعد اون آخر همه میشه بریم جلو جای گاو و اینا رو بیاریم. نصفتون نمیدونه گاو و گوسفند فرقش چیه با اصل. بابا ما همه اینا رو میایم بررسی میکنیم، بعد بچه‌ها میرن جزوه میخونن. درس کنم که بابا چند تا جزوه میخوای بری بخونی، بعد بشینی تو متن کتاب. من تو این سی دی ها و پکامو تو کلاس‌های آنلاینمون خط به خط کتاب درسی داریم کار میکنیم. کلمه به کلمه کتاب. جزوه چیه بابا؟ کتاب رو یاد بگیر. مرسی، ممنون. تست میزنیم، میشه یکم بزنی جلو تستاشم دیده شه؟ آقا یکم بزنی جلو، من دارم تست جانوری رو حل میکنم. تست جانوری زدم برای مامان، بزنیم بره جلو. کنکور زدم، همه چیشو حل کردم برای. آره داخل سایت بگیریم. خب بابا چرا عصبانی میشم؟ برای اینکه بچه های مردم عقل ندارن، میرن میشینن کتاب میخونن، کتاب کمک آموزشی میخونن. بابا اصلا اینا رو نگیر، بشین متن کتابتو تو رو قرآن بخون. ممنونم. برو سوال 14 رو حل کن. ببینم سوال 14 رو. بچه‌ها 11ام هم هست. 11ام هم هست. 11ام هم به وقتش میاد بیرون دیگه. الان فقط داریم جنبندی 10 و 12 میکنیم. فکر کنم سه. بابا کمک درسی چیه؟ بشین متن کتاب. من متن کتاب اینا رو در میارم دیگه. بازم رد گزینه رفتم. سوال 14. سوال 14. این پکیج رو میذارم تو گروه اونایی که هستن ببینن چطوری میخوان، اگه خواستن بگیرن به من بگن، اگه جایی خواستن راهنمایی بکنن. اما این سوال، اینم سوال، بچه باورتون میشه اینم سوال کنکور 99 خارج از کشوره؟ 99 خارج از کشور. 20 تا از این مدل سوال حل کردم. چطور بیماری؟ چطور بیماری؟ بیماری ها رو من باید بررسی کنم برای تو. میگه مرسی، اونایی گفتن سه. میگه کدام گزینه در ارتباط با انسان نادرسته؟ میگه به دنبال تنش‌های موقتی و کوتاه مدت نایجک‌ها گشاد می‌شوند. چرا؟ کسی میدونه چرا؟ کسی میدونه چرا؟ چی ترشح میشه؟ چی ترشح میشه؟ اپینفرین و نوراپینفرین. اپینفرین و نوراپینفرین مثل چی عمل میکنن؟ اپینفرین و مال چی هن؟ مال تنش هن. چی ترش مثل چی عمل میکنن؟ میگه مثل سمپاتیک عمل میکنن. فکر کن سگ دنبالته، داری بودو بودو میکنی، نایجکات بعد گشاد بشه که هوا خوب برسه، بعد تنگ باشه، معلومه گشاد باشه. بله، میگه گشاد میشه. صحیح.
دلایلش مهمتره ها، دلایلش مهمتره ها. کورتیزول در بلند مدت ترشح میشه. میگه به دنبال انسداد مجاری صفراوی من 40 دقیقه 35 دقیقه درباره انواع بیماری های کبد و کلیه و اینا همه چی صحبت کردم. میگه به دنبال انسداد مجرای صفراوی، یعنی صفرا کمتر بیاد، یعنی گوارش چربی ها کمتر بشه، یعنی چربی دفی بیشتر بشه، یعنی یارو لاغر بشه. میگه در روند انعقاد خون اختلال ایجاد میشود. بله کسی میدونه چرا؟ بله میگیم انعقاد خون ویتامین کا میخواد و کلسیوم میخواد. ویتامین کاد محلول در چربیه، چربی کمتر جذب بشه، ویتامین محلول در چربی هم کمتر جذب میشه. ویتامین کا پایین، انقاد. فاتح هم از سلام دو همسه. میگه با کاهش، گوش کن، با کاهش فعالیت بخش درون ریز یعنی هورمون ها، بخش درون ریز لوزالمعده یعنی انسولین و گلوکاگون، پتاسیم داخل یاخته عصبی افزایش میاد. بله اما توضیحش مهمتره. آقا ما میگیم انسولین و گلوکاگون اگه بد ترشح بشن، انسولین کم ترشح بشه، قند داخل یاخته میاد پایین. قند داخل یاخته بیاد پایین، آتپه داخل یاخته میاد پایین، آتپه کم میشه. پتاسیم به وسیله همه یاخته‌های زنده بدن انسان پمپ سدیم پتاسیم دارن. پمپ سدیم پتاسیم با مصرف آتپه برخلاف شیب غلظت، پتاسیم از داخل یاخته میفرسته بیرون. خب وقتی پمپ کار نکنه یعنی پتاسیم داخل میمونه. به به، عصبی افزایش میابد. بله اما پتاسیم داخل یاخته عصبی میگه افزایش پیدا میکنه. وظیفش این بود که آقا پتاسیم و سدیم بفرسته بیرون، پتاسیم بیاره داخل. خب وقتی آتپ کم باشه سدیم کمتر میره بیرون، پتاسیم کمتر میاد داخل. و همچنین کانالای نشتی اونجا داریم که پتاسیم در جهت شیب غذا بدون مصرف آتپ میره بیرون، یعنی عوضش تو که نمیاد بیرون هم داره میره. خب معلومه کاهش پیدا میکنه. چی گفته افزایش؟ چی گفته افزایش؟ خیر، کاهش. به خاطر این غلطه. 4 میگه با اختلال در عملکرد نوع یاخته معده فرد به نوع کمخونی خطرناک مبتلا میگردد. بله 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 بله. بچه ها دقت کنین، ویتامین یاخته های کناری ما HCL و فاکتور داخلی ترشح میکنن. فاکتور داخلی ترشح میکنن. فاکتور داخلی میاد ویتامین B12 رو کمک میکنه که نوع گلیکوپروتئینه، با انتقال فعال جذب یاخته‌های ریسپورزدار بشه و بره وارد خون بشه. وقتی اون ترشح نشه، کار ویتامین B12 این بود که بیاد تو مغز و استخوان در تولید گلبول‌های قرمز نقش داره. خب وقتی نباشه یارم کم خونی میگیره دیگه. بله عجب سوالی بود. تیپ پزشکی خوراک طراحی تست کنکور 99 خارج بودا. کنکور 99 خارج بود، خارج کشور. کنکور 99 بوده، تو کنکور 98 داخلم مدلش فرق می‌کرد، ولی همین سوال بوده. برو سوال آخر گوارش. یک سوال دیگه وارد فصل 12 میشم. سوال آخر گوارش دوباره یک تست بیماری و طور دیگه. بابا دمتون گرم، همه گفتن 1 15 1 15 1 15 1. خب بقیه خب بدو فکر نکنم. آره ممکنه بعضی آقا اینجا ما داریم کنکوری کار میکنی، حالا بعضی گزینه نبود من به یاد میدم جلوتر. خب میگه در ارتباط با کمبود ترشح کلوریدیک اسید بدن انسان یعنی HCL کم باشه، میگه میتواند میزان خونبهر فرد تغییر بکند. اکثرتون به خاطر این میتوانده گذاشتید، به خاطر این میتوانده گذاشتید. هماتوکریت چیست؟ حجم گلبول قرمز یا حجم گلبول قرمز یا گلبول ها، حجم یاخته خونی و حجم کل خون. خب پس یعنی اگر حجم گلبول های قرمزمون که 99% یاخته های خونی رو، باز نگی غلط گفت میشه حجم یاخته های خونی به حجم کل، 99% یاخته های خونی گلبول قرمزن، اون اینقدر کم اصلا دیده نمیشه. وقتی میاد پایین یعنی هماتوکریت میاد پایین. خب اوکی ما میگیم هماتوکریت یعنی گلبول قرمز دیگه اکثرش، میگیم بله. میگیم گلبول قرمز اگه ساختش کم بشه آیا هماتوکریت فرد میاد پایین؟ میگیم بله. میگیم ساخت گلبول قرمز وابسته به چیه؟ میگیم وابسته ویتامین B12. میگیم وابسته اصلا به آمینو اسید هموگلوبین میخواد.
خب وقتی ما پپسین های سیل کم بشه، پپسینوژن به پپسین کمتر تبدیل بشه، ما پروتئین کمتری جذب بکنیم، پس هموگلوبین کمتری هم درست میکنیم، پس میتونه گلبول قرمز کمتری ساخته بشه، پس میتونه هماتوکرید رو بیاره پایین. بله، اما ستای دیگه چرا غلطه؟ نمیتواند هضم پروتئین غذایی فرد دو تا دست خوش بشه. میتونه دیگه، گفتم پپسین تولید نمیشه. میگه میتواند منجر به کاهش همه ترشحات برون ریز لوله گوارش بشه. بابا مثلا به چه میگیم، مثلا خود HCL، مثلا دبه جز HCL و همه چیز دیگه داره، مثلا پپسینوجنه، چیزی که ترشح میشه. همه غلط. 99% یاخته‌های خونی گلبول قرمزه، برای این نجا میشن گلبول قرمز. اون 1% چی هست اصلا؟ میگه نمیتواند ناشی از اختلال در عملکرد شبکه یاخته‌های عصبی باشه. کی گفته نمیتونه باشه؟ یاخته‌های عصبی ما بریم تو استرس دهنمون سرویس میشه. آرامش گوش کن. من میگم زمانی که من میگم آقا جون علاوه بر این که گلبول قرمز باید تقسیم بشه، قبول داری هموگلوبین داخلش داره؟ مگه نمیگیم هموگلوبین جنسش از پروتئینه، 4 تا رشته آمینو اسیدی داره؟ میگیم بله. خب میگیم وقتی آمینو اسید کم جذب کنیم، اونجا هم در درست کردن رشته های پروتئینی هموگلوبین به مشکل میخوریم. خب هموگلوبین که پل کل یاخته گلبول قرمز رو پر کرده، و وقتی هموگلوبین نباشه گلبول قرمز هم تولید کم میشه دیگه، خلاص هموگلوبین میاد پایین. آقا پایان جنبندی پویان لطفی، دمت گرم لطفی، مطالب جدید، دمت گرم. 11 ها میتونم برن، 11 ها دیگه 12 ها شد، 12 ها فقط وایسن. داخل کانال هستی؟ آقا اونایی که این جلسه مهمان بودن وارد کانال هم بشین. اسمش اینه بایولوژی استودیو زیست شناسی کنکور، وارد شو. من طریقه خرید و اینا همه رو نوشتم، دم همتون گرم. آقا از این گوارشه، اونایی که دهمن از این گوارشه غافل نشی، از کتاب خودت بیشتر توضیح دادم توش، ترکوندیم، برو ببینم چیکار میکنی. خدافظ. بریم کل تخفیف سایت بزنیم. نه دیگه، کل تخفیف تموم شد. با قیمتش چقدر مگه؟ گیاهی دوام هم میشه کار کنیم، میرسیم بهش. باش، گیاهی دوام هم جنبنده میکنه. اما بریم وارد بچه های دوازدهم بشین. اونایی که دوازدهم هم، برو ببینم چقدر گفت داری یک همون گریفیتو بلدی. برو ببینم چقدر هم گریفیتو بلدی. دمتون گرم. دوامی ها، یازدهمی ها، خدافز. خدافز. دمتون گرم. گود بای. هفته بعد ببینم تو. هفته بعد میبینم تو. حسام 4، معصوم 3، نگار نادری 3، تکتم ساغری 3، خب هستی 4. اوه. میبینم که وضعیت 12ام داغونه. یکی این وسط درست گفت. میبینم که وضعیت 12ام وسط داغونه. خب بعضی باز راه افتادن. خب حلش کنیم، به عنوان اولین حلش کنیم. شب موتورتون گرم شه. گریفیت، خوب گوش کن، جنبندی گریفیت بگم. آقا گریفیت داشت روی واکسن کار میکرد برای عامل زاتوریه یا سینه پهلو که در خون و ششها دیده میشه. اومد روی گونه باکتری استرپتوکوکوس نومونیا کار کرد. این باکتری دو تا مدل داشت، یا پوشینه دار بود یا بدون پوشینه. چون باکتری بود دیسگ داشت و باکتری دیاناش هم حلقه‌ای بود، هر دوتا یه گونه بودن. پس در آزمایش گریفید ما باکتری تراژن نداریم، جاندار تراژن نداریم. نکته بعدی، ما میگم آجون این باکتری های پوشینه دار چهار تا مرحله طراحی کرد ببینه چی کار میکرد. میگم آقا فکر میکرد پوشینه باعث مرگ برگ موشه. اومد چیکار کرد؟ اول باکتری پوشینه دار زنده رو ریخت، موش مرد. بله رفت. دو، مرحله دوم اومد باکتری بدون پوشینه رو ریخت، زد به خون موش، دید نمرد، رفت. مرحله 3 فقط اومد باکتری کشته شده پوشینه دار رو تزریق کرد، یعنی فقط پوشینه وجود داشت و دی ان ا تو یارو، دید نمرد. اونجا گرقه تو ذهنش خورد که آقا پوشینه باعث مرگ نیست. اومد مرحله 4 ترکیبی زد، باکتری بدون پوشینه زنده رو با باکتری پوشینه دار مرده
ترکیب کرد، زد به خونش، دید یارو مرد. خونش رو که بررسی کرد دید آقا توش هم دستگاه ایمنیش فعال شده، هم موشه مرده، هم پوشینه میبینیم، هم باکتری زنده پوشینه دار میبینیم، هم باکتری زنده بدون پوشینه میبینیم، هم خود دی ان ا رو میبینیم. حالا حلش کن، حالا حلش کن. میگه که در هر مرحله از آزمایش گریفیت که تزریق مخلوطی از باکتری ها بدن موش انجام شد، یعنی مرحله 4، مشاهده اجزای باکتری های کشته شده در خونه موش دور انتظاره. کجا دور از انتظاره؟ در انتظار دیگه. گفتم تو مرحله 4 باکتری کشته شده بدون پوشینه دار وجود داره. اصلا میگه آقا در مرحله 4 رو دید بعضی از باکتری های زنده پوشینه دار شدن، یعنی بعضی اون بدون پوشینن، اون پوشینه اونجا وله دیگه. بعد تو مرحله 4 فهمید که عامل وراثت قابل انتقاله. گریفیت نفهمید چی عامل وراثت هم. اما میگه مرگ موشا به دنبال تزریق باکتری بیماری زای زنده دیده میشود، به دنبال تزریق باکتری بیماری مرحله 1، میگه اضافه شدن پوششی به باکتری آزمایش دور از انتظار است. بله بله. چرا بله؟ چرا بله؟ بابا مگه نمیگیم فقط داریم باکتری زنده پوشینه دار میزنیم؟ میگیم بله. باز اضافه شدن باکتری ها فلان چیه دیگه؟ اینجا اضافه گفته دیگه، همشون پوشینه دار هستن، باکتری نیست که بخواد انتقال صفت رخ بده. میگه از عصاره سلولی باکتری پوشینه دار کشته شده با گرما استفاده شد. آقا عصاره سلولی باکتری پوشینه دار این مال آزمایش ایوریو همکارانشه، مثلا کلا رد. میگه تغییر در ساختار باکتری ها ایجاد شد، یعنی مرحله 4، مشاهده افزایش توان دفاعی باکتری ها در برابر دستگاه ایمنی موش دور از انتظار است. کی میگه؟ غلط. بعضی از باکتری های پوشینه دار بدون پوشینه زنده پوشینه دار شدن، اون پوشینه داران باعث مرگ میشدن، پس انقدر قوی بودن که دستگاه ایمنی نتونسته کاری بکنه، موش رو زده کشته. بعد ما میگیم در تمام مراحل دستگاه ایمنی موش فعال میشه، چه زنده بمونه چه مرده. زنده بمونه یعنی باکتری ها شتک کرده بمیره، یعنی نتونسته شتک بکنه. تازه تو مرحله 3 آزمایش گریفیت عملا داره واکسن میزنه. مگه واکسن چیه؟ میگیم سم ضعیف شده یا باکتری یا میکروب مرده یا چی؟ یا باکتری زنده ضعیف شده دیگه. میگیم بله. خب اونجا هم داشته سمشو میزده دیگه، داشته باکتری مرده رو تزریق میکرده، پس نوعی واکسن بود. برای این شد گزینه 2. برای این شد گزینه 2. برای این شد گزینه 2. تست بعدی، تست شماره دو. اوه همه دو، همه میگن قطعاً دو، همه میگن قطعاً دو. نه بابا سری راه افتادی ها، حلالت. بخونیم. میگه کدام یکی از عبارت‌های زیر در رابطه با آزمایش‌های گریفیت نادرسته؟ میگه با تزریق باکتری‌های زنده فاقد کپسول به موش‌ها علائم بیماری در آنها ظاهر نشد. کی گفت نشد؟ شد، ولی خوب شدن. بعد تازه ما میگیم عامل زاتوری اون باکتری‌ها هم تو خونش دیده میشن، هم تو شوشا، یعنی یاخته حبوبکی موش هم میتونه از بین ببره. میگیم بعد. این شد. کی گفت نشد؟ نکته بعد. میگه گریفیت بعد از انجام آزمایش 4 نتیجه گرفت که کپسول به تنهای عامل مرگ موشان نیست. آقا تو عامل توی آزمایش 4 فهمید که عامل وراثت قابل انتقاله، ولی از چگونگی و ماهیتش خبر نداشت. اون آزمایش 3 بود که باکتری بدون پوشینه دار مرده رو تزریق کرد، این فقط کپسول تزریق شد، دید یارو نمرد. از آزمایش مرحله 3 آزمایش این رو فهمید، نه 4. میگه مخلوط باکتری کشته شده کپسول دار و زنده بدون کپسول میتواند موجب مرگ موشا شود. مرحله 4. میگه گریفیت با بررسی خون و شش موشا بعد از آزمایش 4 باکتری زنده کپسول دار مشاهده کرد. بله مرحله 4. بله مرحله دوم. این از این. دمتون گرم. بریم تست بعدی. بار تست شماره 3. تست شماره 3. همه داستانا رو همه رو با هم ترکیب کردیم دیگه. هر آزمایشی که تا حالا آورده می‌خوام ببینیم چیا بلدی ازش. آقا دوستانی که اون پکیج اگر جدید خریدین، اگر خریدین به آیدی خودم پیام بدین که بدونم، چون واسه اونهایی که این پکیج رو می‌خرن در دوران جمع‌بندی قرار اتفاق خوبی بیفته. چون اونها دیگه یه جور شاگرد خودمون حساب میشن دیگه، حالا بیشتر از این نمیگم.
4 داریم. اول یه عدد 8 بفرستین همه اگه بیدارن، همه اگر بیدارن یه 8 بفرستن، یه 8 بفرستین. آه حالا بریم گزینه رو بفرستین. سوال 3، سوال 3، 3 گزینه رو بده بیاد. حسام میگه 4، آنجل میگه من سوال ندارم. همین میشه سوال نداشته باشه. برو بیرون دوباره بیا تو، برو بیرون دوباره بیا تو. گزینه توکتم میگه 4. آه آه بازی از اون سوال هست. آقا بریم بیرون دوباره بیاین تو، بریم بیرون دوباره بیاین تو. میشه یه بار سوال هست مثل که صفحه سوالمون قطع شده، میشه یه بار قطع بستش کنیم؟ الان بچه ها میاد، الان میاد. نه اون بچه ها ندارن احتمالا قطع شده، اینجا به ما نشون نمیده. یه بار دیگه بستش کنیم. اومد مانیتور من همیشه بیاریم. خب اومد یپ. بگو سه چند میشه. بودو که سر تایم میخوام تموم کنم. بودو سه. برو سال بعد سال سه. چند میشه؟ گزینه بده بیاد. به اولین نفری که درست بگه، به اولین نفری که درست بگه این سوال چون سوال مهمی هست برایم، چی بدیم بهش؟ 20% کد تخفیف میدیم. به اولین نفری که این تست رو درست بزنه 20% تخفیف خواهیم داد. 20% کد تخفیف خواهیم داد به نفر اولی که این تست رو درست بزنه. خوب دقت کن. تا 60 تا 1 میشمرم حل بشه تست. 60 59 57 58 50 ثانیه دیگه وقت داری. بعد از 50 ثانیه میگم کی درست زده. شاید هم چند نفر درست زده باشن، چند نفر با هم مثلا کد بگیرن. مهسا 3، میهمان 2، حسام 4. خب خانم خب 30 ثانیه دیگه، 30 ثانیه دیگه. معصومه 4 میگه. دقت کن. اوه. خب منم 4. خب دیگه فائزه، نگار، خانم رجبی. تنها کسی که نفر اول خانم رجبی درست گفتن، نفر دوم میهمان. اسم نداره نمیدونیم که. خانم رجبی شما تو تلگرام من پیام بدین کدتون رو دریافت بکنیم. اما ما برای سه تا تست بعدی هم میذارم، جایزه رو میذارم. اگر جایزه که نیست دیگه، این که به خاطر این احترامی که شما به ما میذاریم در کلاس حاضر میشین و به فکر آیندتونیم، ما هم میخوایم کمک بیشتر بکنیم. اما سوال سه ببینیم چه میکنی دربارش. سوال سه، خوب گوش کن چی داره میگه. خواهش میکنم. میگه که کدوم نادرسته؟ میگه با توجه به پژوهش‌های گریفیت مشخص شد که ماده وراثتی میتوان از یاخته به یاخته دیگه منتقل شد. بله 4، ولی گریفیت نفهمید که چطور و چیه. میگه چارگاف فهمید آقا جون در یاخته های مختلف جانداران در دی ان آشون، نه هر نوکلئیک اسیدشون، مقدار آدنین با تیمین برابره و مقدار سیتوزین با گوانین برابره. گفته در یک دشته دنا تعداد تیمین با آدنین برابره. غلط. در یک مولکول دنا، نه رشته، مولکول. آقای اگه دو رشته نباشه چطوری آ رو بروش تی باشه، سی رو بروش جی باشه؟ بیا الان ببین این مدلی آ سی سی تی آ آ. الان توی یه دونه رشته تیمین با آدنین برابره؟ الان توی یه دونه رشته تیمین با آدنین برابره؟ نه، یه دونه تیمین دارم، سه تا آدنین دارم. اما حالا بیام رشته رو به روش، میشه آ تی تی. در یک مولکول دنا مقدار تعداد آدنین ها با تیمین ها برابره. 1 2 3 4 تا آدنین، 1 2 3 4 تا تیمین. به به، گزینه 2 شد. 3 و 4 چرا غلطه؟ ویلکینز و فرانکلین استفاده از پرتو اشعه ایکس گرفتن یک تصویر سه تا چیز فهمیدن. 1 دنا بیش از یک رشته داره، نه اینکه دو رشته داره، دنا بیش از یک رشته داره. 2 فهمیدن که مارپیچه و 3 فهمیدند که، اگه گفتی 3 چی بود؟ ابعاد مولکول دنا رو تشخیص دادن. میگه الزاما مولکولای دنا در ساختار خود بیش از یک رشته دارن. بله.
میگه واتسون و کریک، واتسون و کریک اومدن از کی استفاده کردن؟ اومدن اولا از نتایج چارگاب آ مساوی دی سی مساوی جی تو مولکول دنا، دو از نتایج ویلکینز و فرانکلین اون ستایی که الان گفتم، و چهار با نتایج خودشون فهمیدن دنا درشته است، نردبان مارپیچ، فهمیدن که در یک ستونش پیوندهای فسفودیستر یا قند فسفات یا قند قند پله ها پیوندهای هیدروژن بین بازهای عالی و از این. میگه وجود باز گوانین بیشتر در یک مولکول دنا موجود پایداری اطلاعات آن میشود. آقا میگه وجود باز گوانین بیشتر در یک مولکول دنا موجب پایداری اطلاعات آن میشود. بله. چرا اینو میگیم؟ آقا ما میگیم بین سیتوزین و گوانین تا آدنین و تیمین تعداد پیوند هیدروژنی بیشتری وجود داره و همین پیوند هیدروژنی ها باعث پایداری میشن. خب از تعداد پیوند هیدروژنیمون گوانین بیشتر باشه سیتوزین بیشتره، تعداد پیوند هیدروژنی بیشتره پس پایداری هم بیشتر. بله عجب تستی. اونایی که گفتن چهار، دیدی عجب چیز خفنی بود این تست، خیلی ساده بیان کرد اما نکته دار، یک تا ده چند میدی؟ یک تا ده چند میده وقتی دو نفر فقط درست گفتن؟ یعنی بعد دقیقه نویده ای بدیم دیگه. اما تست بعدی، تست شماره چهار، آقا این تست اگه صدامو داری عدد چهار بفرست، خواب بپری یه چهار بفرست، چهار دمت گرم. برو تست شماره چهار، خب برو تست شماره چهار حل کن ببینیم چه کسی. سارا میگه یک، مهسا واله میگه دو، جهانگرد میگه یک، پارسا، کاکایی میگه چهار، سجاد زاهدی میگه چهار، رعنا میگه چهار، خب تکتم میگه چهار، فائزه میگه یک. اصلا دست به موره بودین، تق سری گفتین. فائزه میگه یک، رجبی میگه چه، آنجا میگه نفر اول پارسا کاکایی بود که درست گفت چهار میشه. اول تست شماره چهار میشه. پارسا کاکایی تو تلگرام پیام بده کدتو دریافت کن. تو تلگرام با ایده خودم پیام بده پارسا دریافت کن. صدای منو شنیدی؟ پیام بده. تست بعدی، آقا دو تا سه تا تست دیگه داریم، حواستو جمع کن. خوب میگه چهار، میگه با توجه به شکل مقابل چند تا نادرسته. میگه باز عالی آن میتوانند در ساختار دنا یا رنا حضور داشته باشند. باز عالی آن میتواند در ساختار دنا یا رنا حضور داشته باشه. آقا دو حلقه‌ایه، پورینه، یعنی یه آ یا جیه، آ و جی مشترکن همراه با سی در دنا و رنا، الف درست. میگه نسبت به شکل رایج انرژی درون سلولی یعنی آتپه، یعنی آدنوزین تریفوسفات، فقط در دو فسفر تفاوت دارد. میگه نسبت به شکل رایج انرژی درون سلول فقط در دو فسفر تفاوت دارد. آقا چهار گزینه ب، بش یک مقدار بر حواسو جمع بکنی دیگه، آقا ما میگیم در گروه های فسفات، اولا که فسفر نیست و یه عالم چیز دیگه هم هست، پس فقط در دو تا فسفر نیست. بعد میگه فقط در دو گروه فسفات، چرا؟ چون میگیم آدنوزین تری فسفات سه تا به هم گروه فسفات چسبیده اما یه دونه داره. خب پس یعنی باید میگفت گروه فسفات نه اتم فسفر. غلط. میگه تنها دو پیوند اشتراکی در آن دیده میشود. جلال خالق. این پیوند اشتراکی، این همه اینا اشتراکیه، کوالانسی. چی فقط دو تا؟ بله بازالی و گروه های فسفاتش با پیوند اشتراکی به هم وصل هستن، ولی اونا تنها پیوند اشتراکی نیستن که کربن کربن، کربن هیدروژن، کربن اکسیژن. پس شیمی تام یکم خوب باشه. میگه میتواند فراورده آنزیمی در غشای یاخته باشد. این چرا درسته؟ چرا چهار مورد آخرش درسته؟ آقا ما میگیم، چرا میتونه چهار نکته آخرش درست باشه؟ میگیم آقا جون در قشای یاخته ما پمپ سدیم پتاسیم داریم. پمپ سدیم پتاسیم از آتپه استفاده میکنه تا جایی که بتونه. خب آتپه رو میتونه بشکنه به آدپه، آدپه رو میتونه بشکنه به آمپه، آمپه یعنی آدنوزین مونوفوسفات، اینم مونوفوسفات. بله
میشه گزینه 4. دو موردش درست. آقا اونایی که گفتن 4، پارسا نفر اول بود، دست به مهره یا دست به مهره یا هر وقت شماره 1 گفتم بفرست. 4 3 2 و 1. بریم تست بعدی. مهمان اول، نفر اول مهمان بود. خب ببینیم درست گفت یا غلط گفته. تست شماره 5. بله بله، به 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 به. مهمان شما میشه خودتو معرفی کنی برای ما؟ تو تلگرام ما رو داری؟ تو تلگرام ما رو داری؟ تو تلگرام ما رو داری؟ مهمان، مهمان که اسمش هم درست نمی کنه. تو تلگرام بهم پیام بده. آقا نفر اول، نفر اول بین 1 و 3 جنگ بود. نفر اول مهمان، نفر دوم سجاد. سجاد دفعه قبلم دوم بود. یعنی حقشه واقعا تو دو تا سوال بعدی یکی رو به دست بیاره. آقا جواب گزینه 3ه. اما چرا؟ بخون. 30 ثانیه وقت بدم بخون. عجله‌ای نداریم. بخون سوالو. تو تلگرام بهم پیام بده مهمان. پیام بده کدتو بگیر. قربونت. آنجل، آنجل باش یک کاریش میکنم. میگه اگر در آزمایشه، میگه اگر در آزمایش ایوری آنزی میکه، آزمایش ایوری، ایوری رو جمع‌بندی کنیم. آقا میگیم ایوری 3 یا بذاریم 4 تا آزمایش. اول که تو اون 16 سالی که بین گریفید و ایوری و همکارانش فاصله بود، فکر میکردم پروتئین عامل وراثته. آزمایش اول اومد اساره باکتری کپسولدار مردر استخراج کرد، پروتئاز زد، پروتئیناش از بین رفت، تزریق کرد به محیط کش، دید باکتری بدون پوشینه داشتن، پس فهمید پروتئین عامل وراثت نیست. آزمایش دوم اومد اون اساره استخراج شده باکتری پوشینه دار رو سانتریفیوژ کرد، 4 تا لایه شد، به هر لایه رو جدا جدا به محیط کش وارد کرد، فهمید فقط لایه که نوکلئیک اسید بریزه تو محیط کش انتقال سفر رخ میده. اما مسخرهش کردن، اومد یه آزمایش سومی انجام داد. چیکار کرد در آزمایش سوم؟ اومد 4 تا پیاله ماسخوری گذاشت کنار هم، تو همشون به اندازه هم اساره باکتری کشته شده پوشینه داره. گفتیم اوکی. گفت تو هر کدوم به صورت جدا جدا تو یکی لیپاز زد، یعنی نوکلئیک اسید هنوز بود، انتقال سفر رخ داد. تو یکی پروتئاز زد، محلولمون پروتئین فقط نداشت، نوکلئیک اسید داشت، انتقال سفر رخ داد. تو یکی آمیلاز زد، قنده از بین رفت، ولی بازم انتقال سفر رخ داد. تو یکی نوکلئاز زد، دید انتقال سفر رخ نداد، اونجا دیگه حرفشو قبول کردم. میگه اگر در آزمایش ایوری که آنزیمی که توسط سلول‌های غده معده ترشح میشه، یعنی پروتئاز به محیط کش باکتری بدون کپسول اضافه شود، یعنی هم تو آزمایش اول هم تو آزمایش آخر، ممکن است انتقال صفر رخ ندهد. آقا ما گفتیم پروتئاز یعنی پروتئین عامل وراثت نبود. میگه در بزاق گوارش شیمیایی غذا آغاز میکنند، یعنی آمیلاز. گفتیم آمیلاز تو مرحله آزمایش چهارمش داد، تو آزمایش سومش داد، تو یکی از اون مراحلش، ولی بازم رخ داد چون نوکلئوگاستا سر جاش بودن. میگه فعالیت مشابه با دنابسپاراز دارد. 3 رو نگردار، 4 هم بخونیم. میگه به صورت غیر فعال به لوله گوارش ترشح میشود، یعنی پروتئاز. دوباره پروتئاز هم گفتیم نقش نداره. میگه فعالیت مشابه دنابسپاراز دارد. ما گفتیم دنابسپاراز هم خاصیت بسپارازی داره، هم نوکلئازی داره، خاصیت نوکلئازی داره. خب نوکلئاز اگر گفتیم نوکلئاز ریخت که نوکلئوت از بین رفت دیگه، خب دنا وقتی خراب بشه اوه تمام، انتقالم صورت نمیگیره. تست رو دیدی؟ خدا بود. روی شیش فکر کن. وقتی شماره 1 گفتم دست به مهره دیگه، وقتی گفتم میتونی بفرستی، نفر بعدی شما باشی. اگر فکر کردی دربارش یه عدد 7 بفرست. خب بشمرم از 6 میشمرم به 1 چون سوال 6ین. از 6 میشمرم. اونا که زودتر بفرسن پوچ میشه، مگه من 1 رو گفتم؟ من از 1 نگفتم که. 6 5 4 3 2 1. اوه چه خبره. آقا یکم میشه اینو بدیم بالا. 4 2. اوه این وسط مسطا 1 1. چه خبره، چیکار میکنی آقا؟ یکم میشه بفرستینش بالا. نه خیلی رفت بالا، یکم میشه بیاد پایین. همینجا
نفر اول یکم بالاتر، یک کوچولو، خیلی کم. نفر اول، نفر اول بالاتر نداریم. نفر اول دو داریم، چهار داریم. مهسا واله. نفر اول یه گفت گزینه 3، مهسا واله. نفر اول مهسا واله. مهسا، مهسا ما رو تلگرام داری؟ ما رو تو تلگرام داری؟ گروه ما رو تو تلگرام داری؟ این پایینه، پایینه. برسا. به این پیام بده کد تو دریافت کن. تبریک میگم بهت. به این پیام بده کد تو دریافت کن. راحت خریدتو انجام بده. برو بشین. بتکون گوارشو. به این پیام بده. به این پیام بده واله. اوکی. قربونه. اما بگیم کدوم درباره ساختار نوکلئیک اسیدها نادرسته. خیلی تلاس کم بودا. سجاد هم درست گفته بود. دیگه کی گفته بود؟ سجاد بود. دوباره سجاد نفر دوم شد. سجاد سوال بعدی مال خودت. مطمئنا. میگه کدومی که درباره ساختار نوکلئیک اسیده. آقا تو تستا نوکلئیک اسید میبینی، همزمان هم دی ان آ باید در ساختارش در ذهنت باشه، هم آر ان آ. خب ببینیم چی میگه. میگه در یک نوکلئوتید پیوند بین دو حلقه 5 ضلعی ممکن است. در یک نوکلئوتید پیوند بین دو حلقه 5 ضلعی ممکن است. آقا گفته کدوم نادرسته دیگه. گفته نادرسته، کدوم درسته؟ میگیم بله. وقتی میگه تو یک نوکلئوتید پیوند بین دو حلقه 5 ضلعی یعنی چی؟ یعنی که نوکلئوتید ما پورین بوده. چرا؟ ما میگیم یه قند 5 ضلعی داره که یه گروه فسفات اینجا داره، بعد این وقتی پورین باشه یعنی دو حلقه باشه، یه 5 ضلعی اینجا، یه دونه 5 ضلعی اینجا تشکیل میشه، بعد این دوباره خودش یه دونه 6 ضلعی رو تشکیل میده. 5 ضلع 5 ضلع اتفاق افتاد. بله. میگه در یک رشته وجود دو حلقه 6 ضلعی بین دو حلقه 5 ضلعی ممکن نیست. خب اوکی. مامی آجون روبروی هر پورینی یه پیریمیدین قرار میگیره. یعنی دوباره اینجا یک دونه 6 ضلعیه، چون میدونیم پیریمیدینا باز عالیشون 6 ضلعی هن. به قند 5 ضلعی وصله که اینم گروه فسفات. این 6، این 6، این 5. میگه در یک رشته وجود دو حلقه 6 ضلعی بین دو حلقه 5 ضلعی ممکن نیست. بله بله ممکن نیست. بعد منظورش چیه؟ این منظورش که روبروی این پورینمون یه 5 ضلعی هم اینجا باشه، یعنی مثل اینطوری وصل باشه مثل این. و بله اینطوری امکان پذیره، ولی میگه این نیست دقیقا، چون میگیم روبروی هر پورینی در حالت عادی پیرامیدین قرار میگیره. 3. میگه در یک نوکلئوتید وجود یک حلقه 6 ضلعی بین دو حلقه 5 ضلعی ممکن است. در یک نوکلئوتید وجود یک حلقه 6 ضلعی بین دو حلقه 5 ضلعی ممکن است. کو آقا؟ گفته بینش در یک نوکلئوتید این 6 ضلعیه، این 6 ضلعیه خارجی ترین حالته، در بیرون دو تا 5ه. آره این 6 اگه اینجا بود بین دو تا 5 بود، ولی بین دو تا 5 بیرونشه، برای این غلطه. اونایی گفتن 3. خوب ساختار یاد بگیر. میگه در یک رشته وجود پیوند هیدروژنی بین دو حلقه 5 ضلعی ممکن نیست. بین دو تا حلقه 5 ضلعی یا فقط پیوند کوالانسی هیدروژنی فقط بین 6 و 6 بین بازهای عالیه ممکن نیست. دقیقاً اینم تست شماره 3. عجب تستی بود. خب یه عدد 8 بفرستین، یه عدد 8 بفرستین، بریم به سراغ تست آخر. به خب هر وقت عدد 1 رو گفتم میتونیم گزینه رو بفرستیم. هر وقت عدد 1 رو گفتم هفت، شیش، پنج، چهار، سه، دو، یک. خوب 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 خوب. بقیه 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 سجاد آخ خوب بقیه 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 18 نفر تو بده بیاد. خوب 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 کسی که نظر نداره حلش کنم بگم گزینه رو؟ کسی نمیخواد نظرش عوض کنه؟ کسی نظر جدید نداره؟ کسی نظر جدید نداره؟ خب این سوال کسی پاسخ نداد، میشه 4. میشه 4.
اما چطور؟ میگه در تشکیل چند مورد از مولکولای معرفی شده زیر رناتن یا ریبوزوم یعنی پروتئین نقش داره. میگه ترکیب آنزیمی موجود در صفرا، مگه ما در صفرا آنزیم داریم؟ خیر، رد. میگه منبع رایج انرژی در یاخته آتپه، آتپه رو دنابسپاراز میسازه. آتپه است، پروتئین نیست که، نوکلئوتیده. اما خوب گوش کن. خیلی مهمه برام. سوال هفت بهتون یک شوک مشتی بهتون دادم. ما این وسط مسئله یک نفر درستم داشت. یکم میشه بریم بالا. بچه های خورد زقش. یکم بریم بالاتر. خوبه. یکم میام پایین. اوکی. رعنا گفته بود سه، توکتم گفته بود سه. مهدی قربانی صدامونو میشنوی؟ مهدی قربانی صدامونو میشنوی؟ یک بفرز اگه میشنوی. قربانی رفتی بیرون از کلاس؟ آها، یک. مرسی ازت، شما نفر اولی بودی که درست گفتی. آقا دقیقاً، بذار حلش کنم میبینی گزینه دو میشه. مهدی قربانی تلگرام بهم پیام بده، کدتو بگی. مبارکت باشه، انشالله که به خوبی ازش استفاده کنی. پیام بده تلگرام کدتو بگی. میشه گزینه دو. میگه آقا منبع رایج انرژی آتپ بود، گفتیم نوکلئوتیده، گفتیم آنزیم هم که صفران داره، این دو تا رد. میگه عامل کاهش دهنده کشش سطحی درون حبوبک سورفکتانت. سورفکتانت مایعه. پروتئین نیست که. بعد تازه جنسش لیپیده. برای بیشتر بدین جنسش لیپیده. روغنه که میتونه کشش سطحی آبو کم بکنه. دال میگه عامل شکستن پیوند هیدروژنی در فرآیند همانندسازی هلیکاز آنزیمه، جنسش از پروتئینه. بله. میگه عامل همکننده بخش عمده گاز اکسیژن در خون، 97% اکسیژن توسط هموگلوبین جابجا میشه. هموگلوبین 4 تا رشته آمین اسیدیه، پس یعنی پروتئینه. ها، شد چند تاش؟ شد دو موردش. دمتون گرم. آقای سجاد زاهدی، چون که سوالای قبلی و 4 تا 5 تا سوال قبلی نفر دوم جواب دادی، سجاد تو هم به من تلگرام پیام بده. آقا جلسه بعدم از اینا هست. کسایی هستن که فکر میکنن تو 12ام میخوان مثلا مشکل دارن؟ کسایی هستن؟ بچه‌ها ما گفتار یک و تا آخرش و گفتار دو رو تقریبا تا وسطش درسته؟ نه دیگه، گفتار دو رو ما تموم کردیم عملا. ما دو گفتار اول رو به صورت ویدیویی و دانلودی آماده کردیم. دوستانی که اگر فکر میکنن تو 12ام مشکل دارن، 18ام آزمون دارن، نفهمیدن، من اومدم تا یه دونه پیوندا رو درس دادم. اینطوری شکافتم. هر کی چی کار میکنه رو شکافتم. اگه فکر کردی بعدم میذارم اونم بشین نگاه کن. آقا خسته نباشید. اونایی که گفتم به من پیام بدن با آیدی خودم پیام بدین، کدتون رو دریافت بکنین، مبارکتون باشه. آقا کلاس امروز چند؟ آنجل تو هم میتونی پیام بدی. آنجل هم میتونه پیام بده. خسته نباشید. کلاس امروز چطور بود؟ دمتون گرم. الانم این فایل حاضر شده شو میفرستیم. آقا برین. خیلی نکته جدید گفتم، هفته بعد میبینمتون. رفقاتون هم تو اون گروهمون اد کنین. خسته نباشید.